تو به من خندیدی، تو به من خندیدی و نمیدانستی من با چه دلهور از سیب را از باغچه همسایه دزدیدم. باغبان از پی من تون دوید، سیب را دستی تو دید. غضب آلوده به من کرد نگاه، سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک. تو رفتی، تو رفتی و سالها صدای گامها تکرار کنان میدهد آزارم. و من غرق در اندیشه این پندارم که چرا خانه کوچک ما سیب نداشت. سلام بینندگان عزیز برنامه کاکتوس و تلویزیون جهانی یک، من عبدالحی عابر هستم و بسیار خوشحال هستم که امشب باز در برنامه کاکتوس یک مهمان عزیز داریم. شخصیت قابل دوست داشتن و احترام است. عمر را مانند همه هموطنان ما در کار و مبارزه تیر کردن و امروز هم ادامه میتن. خوشحال هستم، زیاد منتظرتان نمیگذارم. بله، و مهمان عزیز ما امشب حاجی داود سلیمان خیل، مشاور ارشد ریاست اجرایه و شورای مصالحه ملی البته حکومت اسبق هستند. جناب بسیار زیاد خوش آمدین و برنامه کاکتوس. تشکر جناب عابر صاحب، سلام به شما و به همکاران عزیزتان. ما این کدام برنامه وزین کاکتوس که تحیه می سازند، برایشان سلام و احترامات تقدیم می دارم و به همچنین به بینندگان محترم تلویزیون وزین یک احترامات و سلام های نیک برایشان تقدیم می دارم. زنده باشی حاجی صاحب داود. باید بیننده عزیزی را یادآوری بکنم که اینها در حقیقت رشته تخصصیشان قضا خواندن، حقوق خواندن، ولی خب امروزه مصروف اون کارهای سابقه خود خونیست، ولی شرکت دارن، کارهای دیگه دارن که انشاءالله در خلال برنامه با او تماس خواد گرفتیم. بیایم از این جزی صاحب که چی را مشوره می دادین در ریاست که بودین؟ البته حکومت وحدت ملی اسبق در جمهوریت بین دو تیم قوی سیاسی که بین تیم دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله در انتخابات هم کدام مشکلاتی که ایجاد شد، باز به نام حکومت وحدت ملی یک جور آمد شد و حکومت به اصطلاح تقسیم شد. یکی تقسیم شد، باز هر دو تیم دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله از خود یک تشکیلات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اداری داشتن. بله. باز در این راستا ما هم در تیم ریاست اجرایه به حیث مشاور در اونجا ایفای وظیفه میکردیم. خیلی خوب. و در ضمن باز ما یک نهاد سیاسی داشتیم به نام اجماع ملت واحد افغانستان که مجزا از این ادارات رسمی بود. او یک نهاد سیاسی بود که ما توانستیم که در او یک نهادهای سیاسی و غیر سیاسی را، مثلا انجمنها و از همی قشرای اوناس و جوانان و اینا را کلش ما به یک شکل به نام اجماع ملت واحد تشکیل داده بودیم زیر یک چتر که فعالیت‌های امو وقت و زمان که فرهنگی و سیاسی بود که ما او را پیش می بردیم، ما در راستش بودیم و دیگر دوستای خیلی ناب و کادرهای ملی با ما در راستا همکار بودند. بله. خب ناگزیر سرینمی یک مقدار مکس میکنیم. شورای مصالحه ملی خو قرار بود که در وقت با مخالفین نوع تعامل شوه یا مصالحه به میان بیاید. بله. حالا که این دو تیم قوی سیاسی که شما فرمودین بیشتر درگیر مسائل خود شدن سر به اصطلاح تقسیم چوکی و پست‌های دولتی، بسیار درگیر از این بودن. یک مقدار در این مورد شما روشنی پرتین که باز این شورای شما این معضلات بین از یار حل میکرد یا نه، باز شما بین مخالفین دولت و خود دولت قرار بود که شورا کارهایی را پیش ببرم؟ جناب عابر صاحب، به اون شکل هم نیست که کدام زعم و حدثی که یا شما گفتین یا دیگر دوستایی که فکر میکنن، به اون شکل نبود. اختلافات در اون وقت یا زمان انتخابات بود. انتخابات که خلاص شد دیگه اختلافات هم همچنین در اونجا ختم میشه، نقطه پایانیش میشه. بعد از او باز مشترکن همه دولت با کابینه جمع پارلمان یا جمع اون دو مجلسی که بود، اینا با هم مشترک
در راستای صلح در او وقت اینا کار کردن، زحمت کشیدن، به دفتر دوحه، قطر و به دیگه جریانات زیربط که در راستا بودن با هم میگی در یک راستا کار میکردن. این که نتیجه گرفت نگرفت او گپ بعدی باشه بود. سر زبان شاید بیاییم و تماس های بگیریم. یک خوب اختلاف همو است که خوب قبول نمیکردن که من بازنده نیستم، آقای غنی هم میگفت من برنده هستم، هر دو حلف وفاداری هم یاد کردن اگه به خاطرتان باشد. تحلیف در یک روز بود. بله بله، یعنی دو تا رئیس جمهور معاملا در یک روز قرار بود که داشته باشیم. ولی بعدا کل ملت شاهد است، شما خود شاهد هستین که امی پال کابینه که شما فرمودین اتان کابینه را نتانستن تا دو سال جور بکنن، بیشتر وزیرایشان سرپرست بود و دلیلی بود که هر یکی میخواست کاندیدای خود داشته باشن. چشم دید شما چی است؟ چطور میشه منکر شو آدم مثلا اختلاف های از یاره؟ جناب عابر صاحب، اصلا خو ما شما در میز سیاسی نیستیم. درست؟ یک. و اگر در نگاه سیاست پرتمش باز یک عباد داره که فکر نکنم که از این میز و از این استیج و در این ما در راستا صحبت بتانیم یا بگویم، به خاطر که او یک دلایل داره که او زمان میگیره در راستا. دوم، اختلافات با که اکثر سرمنشه از طرف دکتر غنی بود و تیمش. دکتر غنی و تیمش نتوانستن که مدیریت سالم در کابینه یا در دولت بمیان بیاره. درست؟ اینجا واقعا که دکتر عبدالله یک شخص حلیم، بردبار و سیاسی است. واقعا یعنی 40-45 سال عمرش در دنیای سیاست تیر شده بود، وارداتی نبوده ای تو که بیای فرض مثال از یک حوادث و چی شوه سیاسی شوه. عمرش از اون نوجوانی تا امروز او در مبارزات سیاسی و اجتماعی و در مگپای خود بوده. او طرحای داشت، گپای داشت به خاطر رفاه، ترقی امی ملت و امی دولت. حتی در شورای مصالحه بسیار طرحا و بسیار گپایی که بنفع کلگی چی بود، در طرف ها بود. مگر متاسفانه که ایره دکتر غنی و تیمش سپوداش میکرده هر وقت. نتوانست که فرض مثال امو مدیریت سالم پیش ببره که یک افغانستان منسجم بر در آینده به چی ببانه، به مو لاقل برای آیندگان به میراث بانن، به میراث ببانن. خب به هر صورت هر چی که بود رفت پشت کار خود. دقیق. حکومت بود، جمهوریت بود، سقوط شد، رفت. کاستیو ها و کمی ها و بحران ها و مشکلات و فساد ها زیاد بود. دقیق. به خاطر از اینکه یک چیزی که از سهمداری ها جور شوه و حتما او پس خراب میشه. درست؟ دفید. چیزی که واحد چیزی که من فکر میکنم انگیزه نبود. انگیزه در بین امو سیاسیون رده دوم یا رده اول امو کسایی که در 20 سال، البته یکی چیره نمیگم مقتره، 20 سال برد میگم صحیح. انگیزی از این نبود که این وطن براستی جور شوه. فقط دمی چورت بودن که قلوق ببان تیر شد که هر رقم شوه برو بخیر. چیز که برو امریکا هست و خارج هست، ای تو فکر نمیکرد. خارج آمده بودن و اینجا بله. موقعی دانسته که جیبا را پر کن بیاد و میره دیگه. ای تو فکر نمیکردن جناب عابر صاحب که اگر روز ای امریکا یا شکست میخوره یا میره یا به هر قسمی میره یک روز. بیگانه بیگانه است. وطن از ما و تو است. دوستای بودن، مردمای بودن، وارداتی آمدن از بعد از 30-40 سال بعد دمی حکومت جمهوریت از بیرو آمده بودن کار میکردن، انگیزه نداشتن. در پوست های بلند باعث جنرال، باعث والی، باعث معین، باعث وزیر دیگه بگذارمش در اون وقت که اون رفت سقوط کرد. آره خوب. بله بله. بیایم سر فعالیت های شما لاقل که آمدین به یک روحی، به یک انگیزی که وارد این دنیای سیاست شوین و از این طریق بتانین خدماتی که طبعا اهدافی که داشتین ارائه کنین برای مردمتان. بیا یک سوال باید از ذهنم است که این نقش خارجی ها چقدر در اینجا بود که
نتانن لاقل می پروسی که همونتو شما توقع داشتین، انتظار داشتین، من ایسی اگه افغان، من ایسی اگه کسی که صاحب اندیشه و فکر هستین برای آینده از کشور، فکر میکنین خارجی ها نقش داشتن که پروسه به می شکل باشه، یعنی نوع نظامی که برای ثبات افغانستان، برای آینده افغانستان نتانه مؤثر و ممد واقع شود، یعنی اونا افکار دیگه داشتن؟ شما چی؟ جناب عابر صاحب، اینجا سه گپ هست به اصطلاح. خارجی بود، دولت متشکل از اقشار و اقناف به نام جمهوریت بود و مخالفینش بود. درست؟ خارجی اگر فکر کنیم، هیچ خارجی نمیخواد که خانه موتور جور کنه. معلومه. ای در دنیا ثابت شده، در تاریخ، در ادوار تاریخ، امروز نه، در ادوار تاریخ، در خصوصا که در ایدیا با توی چی باشه، در دین و در مذهب با تو در مخالفت باشه، فکر نکنم که او چیزی که آدم میخواه یا مردم میخواه او رو برش جور کنه. منافع خودشان بالاتر از او جور شدن و ساختن وطن تو بود. عرض کرده تانستم جناب برسد، اونا منافع خود گرفتن یا نگرفتن، خب فکر میکنم در 20 سال بسیار یک وهله بزرگ بود، منافع خود گرفتن. فرض مثال اگر بیایم بحث بسیار طولانی میشه، ما نتوانستیم که امروز به یک کادرای خوب در عرصه صحت ما داشته باشیم. در عرصه طبابت ما نداریم. واقعا ما با هزینه بزرگ یا پاکستان میریم یا هند میریم یا ایران میریم یا یک کشور دیگه میریم به خاطر طبابت و معالجه خود. ما نتانستیم، حکومت جمهوریت ما نتانست با جمع امی خارجی که در پنج یا چهار به اصطلاح امو سوپر پاورای بودن مثل انگلیس و فرانسه و جرمنی و امریکا و جمع ناتو، جمع ناتو، اینا نتانستن که یک دو چیز یا سه چیز به ما نهادی نکنه که یک صد سال در او راستا ما از او استفاده بتانیم. صحیح میگین، صحیح میگین. کارهایی که کردن بیشتر سطحی بود، بیشتر هم چیزهای خود و اهدافی که داشتن مد نظر می گرفتن، کار بنیادی رو واقعا نکردن. نه تنها که خارجی ها نکرد، بلکه دولت ها هم نتانستن. لااقل یک بند برقی را کسی شاهد نشد، تو کدام درس اقتصاد ببینی زیربناها. خب هر چی که بود در روی سطح بود عزیزم، کارا انجام شد. بیایم باز هر ازی که آرزوهایت برآورده شد از اون بخش کاری که فکر می کردی خوشحال هستی که اون وقت اونقدر عمر را تیر کردین دورای سیاست، بالاخره چی برداشت کردی؟ اصلا نمو مسلک و گپ ما شرایط است، به اصطلاح ملاستیم. صحیح میگین. و می رفتیم باید در قضا و در یک جایی که فرض مثال امو به شکل یک امو ایدیای مذهب پیش می بردیم. مگر برعکس ما دیدیم که باید بریم به سیاست بریم. از این که در یک کنج ما چی کنیم، خدمت کنیم، چرا با کل افغانستان در هر عرصه ما مصدر خدمت شویم. اینجا باز آل فرض مثال باز نمره از دیگه از یک تا دره کی به خود عمق نمره میته. ما توانستیم در پهلوی که دوستای بودیم که اونا خائن نبودن، واقعا در بربادی و در فساد حکومت یا این ملت دست اوقدر بالا نداشتن. اینمه قدر من راضی استم، خصوصا دکتر صاحب عبدالله یک شخص حلیم. یعنی واقعا امیال ما از اینمی استیج یا تریبیون یا اینمی مجلس خودت همه تو میگم که به همه گی از این دوستایی که اونا را میشناسه او را میفهمه، دو فساد واقعا او نداشت. فساد اخلاقی و فساد مالی قطعا. یعنی ایره ما برات چی دیگه او را دیدیم که چقدر دیگه چی بود، امو سیاسیون ما یا زعما یا امو دولت مردای ما در فسادها آغشته بودن. ایره بعضی چشم پوت نمیشه، ایره تاریخ نمیشته میکنه اگر بله بله. بسیار عالی. یک وقفه کوتاه میگیریم عزیزم، میشه که آب سرد داریم، یک جوره ازی بنوشی، بسیار زود برمیگردیم، حرفای قشنگی دیگه داریم با عزیزم.
بله و خوش آمدید میگم به ادامه برنامه کاکتوس با آجی صاحب و داود سلیمان خیل. خب عزیزم گفتی زیاد سیاسیش نکنیم که همی حرفای سیاسی یک رقم بیمزه هم شده. خب برحال زندگی بوده گه یک عمری را کار کردیم، توقع و انتظار داشتیم، گرچه مسئله که بسیار خوب است سیاست تمام اجتماع را رهبریش به اصطلاح ده و ده داره تا فرمودی شما ده یک بخش دکتر باشی یا انجینر باشی، ولی اگر یک سیاسی به تمام معنا به این معنا که به قدرت برسی و بتانی کار بکنی، خب برای تمام کشور میدانی تمام عرصه ها کار کنی. بهرحال حالا گفتن ملام هستین ماشاءالله، حال خود دورتان هست نه حال نرفتی کار وظیفه چیز در اون مسلک دیگه تان که مسلک اصلی تان هست قضا و حقوق، حال خود دور مناسبی باز؟ نه جناب آبر صاحب، بخاطر از این که اگر هر وقت از ما تقاضای کار کنن ما هستیم آماده هستیم که به ملت خود به مردم خود واقعا کار کنیم، مگر فعلا دم کارای شخصی خود روان هستیم و اونجا کدام شرکتی که داریم موسیقی که داریم دم راستا یک چهار پنج نفر همراه ما هستند دم راستا یگان خدمات داریم. بسیار عالی. خب بیایم سری نمی اینال یک مقدار عزیز معلومات بدی که امروز فعالیت هایتان چی هست، این شرکتی که شما دارین کدام بخش کار میکنین، فعلا هم کارهای زیر دست دارین ندارین؟ همه شرکت چی دارم ساختمانی است، ما یک دو سه نفر دوستای هستند که اونا باز انجینر صاحب هستند اما مدیریت پروژه را در ساحه اونا میکنن. خیلی خوب. مدیریت و اداره داخل کابل و دوایر دولتی در اینجا که کدام مشکل باشه او را من پیش میبرم. در ساحه باز دوستای هستند در قندوز و تخار در جای های هستند که دو سه پروژه داریم که در اونجا راستا مردم کار میکنن. بله. خب بنال بگوین در کجا سرکسازی داریم؟ تعمیر است؟ تعمیر است. دو سه تعمیر است که شفاخانه هاست، یک دو ولسوالی است، ترمیمش است. خب. بازسازی میشه. بازسازی از اونا است. بسیار عالی. بله. ارگان های دولتی که تان ممید است، همکار است، پروژه برتان می است وقتی مراجعه میکنین یا ای از سابق مانده پیش؟ بله بله نه، امارات اسلامی واقعا کوشا از دی راستا که بمو کار بسپاره بمو شرکت هایی که فرض مثال تو تجربه کاری خوب داشته باشد. امارات اسلامی همکار است با تمام شرکت های زیربط در راستا. این پروژه را شما دی تحول گرفتین بعد از اینکه امارت روی کار شد یا از قبل بوده پیشتر؟ از قبل هم داشته و از قبل قبل بود رفت. اوکی. باز از سر شروع کردیم. اینجا خو افغانستان نیتر است که باید الفابیر از سر شروع کنی، یعنی در هر عرصه دقیق. باز از سر شروع کردیم. ما هم با خود امارت اسلامی همکار هستیم در راستای همی بازسازی های سرک و تعمیر و برق و اینا. بسیار عالی، بسیار عالی. حال خب مؤسسات و مقنعه سابق واره که کار میکردن خب بیشتر باید اشخاص داخلی سهامداران، کسایی که بخش مثلا تجارت را پیش میبرن، بخش های اقتصادی دیگه را پیش میبرن، شما بودجه های لازم برش دارین؟ از کجا میکنین؟ سورس های بودجه ویتان از کجا تامین میشه؟ به طور است که ترمیم مقدر بودجه نمیخواد، یعنی تمام کارهایتان باید تنها ترمیم باشه؟ فعلا امو چیزا برا داریم به خاطر از اینکه سابق که بود دونرهای خارجی بودن، مؤسسات خارجی بین المللی بودن که کارها را با فندش یک جای میداد، مگر حال اوتو نیست، حال فرض مثال امو کار برش پیش میبری اجره تا باز میگیری خلاص و میدی با هزینه کم. بله. گاهی فکر دیگه هم نکردین؟ تنها اینمی یک بخش ساختمانی را دارین، یعنی شما باید فعالیت های دیگه ایران خوب باید داشته باشین، چرا وقتی دارایی امکانات هستین فعلا به اینمی اکتفا کردین؟ چیزی طرح و فکرهای نوی برین؟ طرح و فکرها زیاد داریم که اگر زمینه مساعد شود، خصوصا در عرصه تعلیم و تحصیل میخوایم که یک دو باب نهاد تعلیمی و تحصیلی یک به شکل برند و بلند که از کیفیت و کمیت خوب داشته باشه با می دوستای خود در کابل یا در کدام دیگه ولایات ما او را جور کنیم، مثلا پانزه طب باشه به خاطر که ما به طبیب بسیار ضرورت داریم. بله واقعا طبیب های با اکثرش رفتن برآمدن به شکل های مختلف در مویشی هستن، مهاجرت هستن. و دوم یک پانزه چی باشه؟ انجینری باشه که می افغانستان
ضرورت داره. همین یک فکر دارم، یک طرح دارم که در آینده با دوستای خود ایره پیش ببریم. این چه وقت میشه؟ او دیگر ببینیم امو امی چی خود امکانات خود. خب معلوم است. با ذهن میگردد اونمو کارهای بیشتر سیاسی تان، ولی خب خوب است که یک تماس که هم یک سوال ما بود در حقیقت که به نظر من خب بی جواب ماند. این مشوری که شما میدادین مثلا به رئیس صاحب باز رفتی در سیاست ها جناب آبر صاحب هم یک سوال مانده بود، خیر امیران جواب بده. شما در مصالحان بودین عملا این کمیسیونایی که ایجاد شد، بله این بخش فعالیتتان مانده بود، یک مقدار دیگه مربوط معلومات بتین عزیزم که چی برات بگم. او جناب آبر صاحب مصالحه بود، مصالحه را کردیم. کردین؟ بله ها. شد یعنی بینتان؟ مصالحه تقریبا روان بود دیگه تا آخری لحظه را. مصالحه مثلث بود، امریکا جمع امارات اسلامی و جمع چی بود جمهوریت. بله که از جمهوریت دکتر صاحب عبدالله در رأس ازمی چی بود جریان شورای مصالحه بود. در راستا بسیار کوشا بود، کار کرد، زحمت که کشید تا یک جای رسید. ای که بعدا دکتر غنی از خود یگان نقص نواقص داشت، او دیگه مربوط خود تیم غنی و امو دار و دسته از او میشه که به شکل فلاکت بار جمهوریت سقوط کرد. اگر نه او تو باید نمیشد. خب مثلا وقتی که در دوحه امریکایی ها 6 تن امرای طالب های محترم در او زمان دفتر داشتن، خب دولت عملا کنار گذاشتن در حقیقت. نه وقتی اون مثلث شما یاد میکنین برای تامین صلح و یا لااقل حکومت های بعدی که در افغانستان بیایه، شما خود شاهد نشدین که دولت یک زمانی وارد شد که تقریبا کار خلاص شده بود دیگه، امریکایی ها با امارت اسلامی تقریبا به نتیجه رسیده بود، دولت عملا غیر کارا نساختن. جناب آبر صاحبی که به کنار گذاشتش نگذاشتش، یک جریانی بود به نام شورای عالی مصالحه. تشکیل داشت، رئیس داشت، معاونین داشت، دفاتر داشت. ای که چی از کنار این طرفش کرد یا او طرفش، او گفت بعدی است. خب بود دمی چی بود، در مثلث بود، در مثلث می آید، در تشکیل بود. خود تشکیل بود یعنی عملا. خب واقعا عملا داشتن رفت آمد بود، گپا بود، چی بود، مجالس بود با خود امارت اسلامی، با دیگه جریانات زیر رفت بودن تا آخر. شما گاهی حضور پیدا کردین در تو جای داشتیم 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 بله. چی بود روی چی مثلا توافقاتی که باید ایجاد میشد که نشد به نظرتان چی بود؟ او را در اونمو ایچی را ببینن نمو توافق نامه را شما نمیخواین ببینید؟ اتمن در اونجا ایچی میشه در مارشیف هست. صحیح میگن. خب بیاییم سر ازی که عزیزم بگ از خود ناله از این کارهایت خو یک مقدار روشنی انداختی، لطف کردی. کودکی در کجا گذشت؟ یک مقدار از زندگیت ناله برای ما قصه کو که چی گونه زندگی را تا به اینجا پیش آوردی؟ درس ها را چقدر خواندی؟ در کجا خواندی؟ از کودکی که شروع کنی یک مقدار تصویری تبته به ما که از وقتی که فرض مثال مو 5 ساله یا 4 ساله یا 6 ساله که بودیم که همین جنگ دیدیم، روسا آمد به افغانستان اشغال شد. باز ما خانه ما به کابل بود، زاده کابل بودیم امو وقت. باز ما چی شدیم، مهاجر شدیم پس به زادگاه اصلی پدری خود لوگر. یک چند سال به لوگر بودیم، ابتدایی درس‌ها را در قریه و در اونجا خوانده بودیم. بعد از او باز ما مهاجر شدیم به پاکستان. در وقت جهاد یا اشغال روسا که بود. بله. باز تقریبا نمونجا دیگه به نارسایی ها و بحران و مشکلات مهاجرت ها را ما هم دیدیم. یقینا. در سال از نمونجا از صفر شروع تا آخری تا پهنتونه در پاکستان خواندم. آفرین. خلاص کردیم، خصوصا در بخش لغت عربی تخصص یا گپ داریم. به خاطر که فاکولته لغت عربی را خواندیم. جالب است. بعد میگفت کلیت اللغت العربی و دراسات الاسلامی. یعنی فاکولته لغت عربی و درس های اسلامی. که یک نوع شرایط می آید، هم حقوق و هم شرایط مکس می آید. جالب است. خب. بله. و ای از طرف عربای چی می شد تمویل می شد در وقت زمان
کسایی که در پاکستان درس خوانده یا زیست کرده از این کلیه و از این لجنه میدانه. جالب است. چی مدت خواندین؟ باز کار برده از چی از اجتماع بعدن باز چی میکنه آدم که فارغ شوه یا بخونه؟ امی و چی از دیگه در قضا میرفت. خواهی وابسته به او است. حقوق و قضا بله. چرا باید عربی مثلا یا متون بیشتر به عربی است قوانین؟ یکی از امی دوستای نابم شاید اگر ببینه نبینه امی دکتر صاحب نعیم هم همسینفی ما بود. ها جالب. دکتر صاحب نعیم وردگ عضو ارشد امارات اسلامی در دفتر سیاسی چون در دوحه که حالا فعلا سفیر است به دوحه. یعنی ای هم ما وزی هم سنفی بودیم دمی پهندون دمی کلیه یا دمی اینجا دیگه. اکثر دوستای ما فرض مثال هم در جمهوریت به چای بلند بودن، چوکی های بلند داشتن و هم در امارات هستن. یعنی از اونمو فاکولته یا از اونمو نهاد تحصیلی که ما دوستا فارغ هستیم با اصطلاح ای یک شمی تو پس نمانده از کاروان سیاست و چوکی و مقام. بسیار عالی. همه ایشان بسیار عالی. بسیار عالی. بسیار عالی. آلی در لوگرام ماشاءالله جای جایگاه کرد و زمین فعالیت های دارین، زندگی در اونجا هست یا نه در کابل هست؟ طبعا به خاطر که میگم هر چی که آدم باشه مزادگاه پدره آدم او طرف نمیکنه. آره دیگه. باز با اصطلاح کردی و عامیانه برات بگم که او دور او در زاده کلش در همونجا است دیگه. خیلی خوب. اکثریت قوم کل همونجا هستن. باز حال ماشاءالله اکثریت همی قوم ما در امارات اسلامی بسیار سهم بلند دارن، سهم بارز هم داشتن در این راستا. مردم این لوگر خوب بیشترش در این مبارزه بودن واقعا. از قوم خودم هم میگم اکثریتش در امارات اسلامی عضو هستن و با اسلام مجاهدین هستن و کار کردن در این راستا. حال هم هستن. خب شما چرا نمیرین؟ قاضی هم هستین مثلا، حقوق خواندین، قضا خواندین، دورم دور ملا صاحباست، شرایط هم شاید مهیا باشه. دلتان نمیخواه که مثلا برین در بخش قضا یا کار کنین یا تدریس بکنین مثلا؟ خب این سوال یک بار کردین. من گفتم اگر بخواین. جواب ندادین او رقم. اگه بخواین گفتن. نه دیگه، اینا از کی خواستن که از شما بخواین؟ خب اگه خواستم میرم، اگه نخواست نمیرم. یعنی خودتان علاقه من نیستین که در مسئله کار کنین؟ نه فعلا خودم بخاطر از اینکه چی هست امی کار شخصی رو اگه زیاد ببرم پیش این بهتر است که به رسیدگی کده بتانی؟ رسیدگی خوب است. خیلی خوب. به این خاطر اینجا با تنها صورت خود نیستین در این شرکت ماشاءالله، کسای انجینر سایبای دیگه هم به کنارتان هستن یقینا. این پروژه خوب بیشتر بازی تشکیل داریم، دوستای ناب داریم، تقریبا 10 12 نفر دوستای هستن که کلگیشان انجینر سایبا هستن. در هر عرصه یک چی دارن، یک تجربه کاری دارن هستن. دوستای داریم ناب هستن و کادر هستن. حتما بسیار بچهای خوب هستن. بسیار عالی. بله. بسیار عالی. فرزندان ماشاءالله چند تا هستن؟ چی میکنن؟ درس خواندن یا خورد هستن؟ هنوز ماشاءالله خودت خود جوان هستی. من فرزندایم که همه 6 است که 4 دختر دارم و 2 پسر. ارشدش پسرم است که امسال به خیر از پانتون کابل از بخش حقوق فارغ میشه. خب ماشاءالله ماشاءالله. و دیگه دخترکایم فعلا سنف 12 و 8 و 9 بودن که فعلا زمینه چی ندارن، تعلیم و تحصیل ندارن. نه باز دو تا هم به اصطلاح ایرانی ها کوچولو هستن که اونا در چی میدم مکاتب خصوصی درس میخوان. خب اونا هنوز خرد هستن، زمینه تا سنف 6 دارن. حالا گپ میگه از گپ میخیزه گپ آمد دیگه. حالا میگیم دلواپسی تان برای دختر خانم ها، برای همشیرگکای ما که از درس و تحصیل ماندن و یا میلیون ها تا دختر خانم از کاروان درس و تحصیل مانده. شما منیت یک پدر که اولادتان درس میخوان، خودتان هم صاحب درس و تحصیل هستین، امی احساس و فکرتان هم میخوایم بشنوم. چی احساس میکنین؟ چی فکر دارین در این زمینه؟ متاثر هستین؟ خوشحال هستین؟ متاثر خواه هستم جناب شسابر صاحب. به هر صورت امارات اسلامی را فقط نمی یک پیام ما است که در چوکات اسلامی چی قسم که امو استغنا داره در امو اسلام، امی تعلیم و تحصیل خانم ها اینه میره یک نوع جور کنن که در آینده اگر یک خانم باسواد باشه
با سواد باشه، با تحصیل باشه، فکر کنم که یک خانواده روشن فکر به جامعه ایشه میشه تقدیم میشه. این می فکر ماست. دیگه من نمیفهمم. بسیار عالی. بسیار عالی. بله. فکر بسیار عالی و انسانی است. انشالله افکار دیگه تان هم جویا میشیم. بازم یک وقفه کوتاه ما میگیریم بیرین دای عزیز. بسیار زود برمیگردیم. آخرین دقایق برنامه می باشه که سخنهای باقی مانده و آرزوها و خواستهای دل حاجی صاحب داود هم بفهمیم. بنان بسیار زود برمیگردیم. بله و خوش آمدید. میگیم ادامه برنامه کاکتوس است با حاجی صاحب داودی سلیمان خیل. خب حاجی صاحب، آل شما خوی یک عمر در راسته های کار کردین برای مصالحه، برای وحدت، برای تامین شرایط خوب برای زندگی، برای افغان ها لاقل. آرزوهایتان چی است؟ چی فکر میکنین؟ آینده افغانستان شما منیسی یک کسی که هم درسی سیاست ماشالله در خور فکر و تعمل هستین، هم قضا خواندین، عمرتان یک تجربه دارین از افغانستان، از بیرون کشور، از مهاجرت ها. آرزوهای هم داری مثلا برای از کشور؟ یقینا داری چون سیاست مدار بودی در سیاست. چی آرزوهایی داری؟ چی خواهد شد بالاخره آینده افغانستان به نظر شما؟ آبر صاحب، افغانستان کشوری است که اصلا این یک چیز باید حق شوه که نابود نمیشه افغانستان هیچ وقت. درست است نسل های میایه و میره و میایه، مانند مادر است، آغوش است، وطن یک آغوش است، آغوش مادر است. درست؟ اوکی. هر فردی از این مملکت باید به می دامن از این مادر یک چی کنه خدمت کنه. یقینا. این یک فکر بس. یقینا. دوم، امارت اسلامی واقعا یک جریان است که واقعا افغانستان را در دست گرفت. درست؟ ما خوش هستیم از سه چهار گپایی که یاد دارن فعلا. بله بله. هر حکومت از خود پوزیتیو، نگاتیو یا مثبت یا منفی گپای داره. خب خواهی نخواهی. خب مهم بله. این است که امویش از مثبتش هم برات میگم که بله. امنیت سرتاسری شد. نه جای شکر است. واقعیت است عزیزم. کارهای خوبی بسیار صورت گرفته و میشه. مشکلات فسادهای داخل اجتماع که بود از قبیل بسیار فسادها بود. انواع مختلف همش از بین رفت، شکن شد. واقعا. به اصطلاح یک جارو شد. واقعا. این یک تی بسیار بلند است که فرض من کوکنار، کشت کوکنار، یعنی جایی که مزرات بود و جایی که کارهای منفی بود تقریبا از فساد گرفته تا اینا کلش اونها به خیر شکن شده میره. بله، چیزی که فرض مثال بعضی ها میگن، من خودم پشتون هستم، من خودت هم همین چیز در فارسی پیش بردم. بله بله بله. فرض مثال امارت که من دیدم، امارت اسلامی را تعصب من ندیدم در واقعاً. همه گیره به عکسش میبینه، خودت امیال بخی که هر طرف میری، شب میری، روز میری، همین خودش یک نوع یک دستاورد بزرگ است. واقعاً بزرگ است. واقعاً اینال امارت اسلامی باید کار کنه که تا این جره خود کدی خیر ببینی. بله. بعد از این هم باید اگه آغوش داشته باشی که فعفو و اصفحو در قرآن آمده، در قرآن آمده عفو که کدی مصافحتش هم بیار دیگه در بین. بله بله. بیار از نمو، ما نمیگیم که اون نمو شداد و فراعنه و دزده ها و مردمایی که افغانستان و مردم به خون کشانده، او را نبیار، او را هیچ کس نمیخواه. خب ما مردمایی داریم که اصلا با هیچ کس طرف نبوده، کادر است. آره آره. تخصص داره در یک بخش. افغانهای پاک هستند، دلشان به کشور می سوزه. که با هم همکار باشیم، وطن جور کنیم. بسیار عالی. دشمنایی که هر قسم به هر رنگ و به هر زبان است، در کمین است به این امارت، به این مملکت، به این مردم. باید امارت اسلامی دست با هم بتر کلگیر در اک آیچه بگیره، آغوش بگیره. فقط این همی چی هست، دیگه کدام ایچی نداریم. صحیح میگن. واقعا آدم خوشحال به این میشه که بعد از 30-40 سال خونریزی در یک کشور. بله. اولین بار لاقل قطع خونریزی میشه، یک امنیت سراسری که غنیمت بسیار بزرگ است، در این شک نیست. خب حال ما اگر یگانه مشکلات داریم، یک مقدار مشکلات اقتصادی است که او را هم شکر خداست. حتی شما شاهد شدین که سازمان ملل متحد به اعتراف کرد که حکومت امروزه امارات اسلامی تانسته لااقل یک بیلانس ثبات اقتصادی را نگاه بکنه، همی که
پول افغانی فعلا در مقابل ارزهای خارجی ثبات داره و یا پروژه هایی را که یا زیر کار دارن مخصوصا در بخش های معادن و اینا کارهای سترگ است. آدم باید به چشم واقعی بین همیشه ببینه. خب نظر شما باز چی از این مورد که چقدر کارها تخصصی شوه به نظر شما؟ حال پیشتر شوخی آمیز هم گفتیم که دور ملا صاحباز یعنی در کل جای ملا صاحباز تعیین شدن. به نظرتان اگر یک مقدار تخصصی تر شوه کار یک مقدار به اهل کار سپرده شوه بله. که اشاره فرمودین ما متخصصین و کادرهای بسیار پاک و سالم داریم افغان هستند اگر در داخل هستند یا بیرون اگر از یک مقدار کادر و یک مقدار تخصص کار بگیرن نظرتان چی است؟ قسمی که جناب عابر صاحب با دوستا و زعما امارت اسلامی که نشست های داریم دیدن و دین داریم میشینیم میگن که یک مقدار وقت زمانگیر است به خاطر که بعد از یک بحران 20 ساله برآمدیم از یک جنگ خانمانسوز برآمدیم میگن که حتی یک نفر که از یک خانه به دیگر خانه کوچ کنه خیلی گپای داره نمیتونه که خود سر سامان بده. این خو باز یک مملکتی که 34 ولایت با باز دارای تنوعات از دیگه درست فضاهایش به هر قسم که است اینی وقت داره زمان وقت داره. عالم که ما دیدیم کارایشان خوب است در بخش سرک سازی در بخش معادن در بخش امو اقتصاد که پول افغانی را به همون شکل شاید و بایدش نه که بهترش نگاه کرده بهترش نگاه کرده فرض مثال در همون وقت جمهوریت همین خود پول افغانی خیلی به تنازل میره روز به روز پایین شده میره آله فعلا الحمدلله خیلی به یک شکل خوب روان است که ایره ما میخواییم که نمیره بهتر و شاید بهترش نگاه کند تا آخره عالی است. معمولا کشورها و جوامع بشری که پیشرفت کرده تنها مدیون حکومت هم نبودن بیشتر مدیون سهم و فعالیت خود مردم یک کشور بوده. گفته شما، فکر شما، خواست شما از مردم که در افغانستان ماندن امیال ما و خودت واری میلیون ها انسان لااقل خواست و توقعیتان چی است که اینا چقدر سهم بگیرد عمران و آبادی کشور خود فائق آمدن سر مشکلات موجود در بخشی که است؟ ما دو قسم مردم داریم، یکی داخلی و یکی خارجی. خارجی به این معنا که یعنی از اینجا بودن مال خارجی رفتن بله اما چه سرمایه خود بیرون بردن. ما به مو مردم ها از طریق از اینمی جای وزین شما میگم که زنده باشی. کدام مردمی که اونجا رفتن و پولای خود هدر میتن یا به بیرون بردن در 20 سال در اونجا هزینه ساختن بهتر ای است که اونجا را خود دیدن که مملکت بیرون و بیگانه است تو نمیشه بیاین واقع بینانه همینجا بیاین مصدر خدمت سوینمی پولتان بیارین دینمی وطنتان مکتب جور کنین پول جور کنین پولچک جور کنین آره. یک روز به دردت میخوره تو خب میری از این دنیا مگر اونمو به نسل آینده ما تو به درد میخوره و مردم داخل ما که کدام است اینا هم باید اونمونجا با اینمی امارت فعلی اسلامی چی باشن همکار باشن بله. در راستایی که میخوان که بازسازی شوه بله بله آبادانی وطن باید دست بتن دیگه به تنهایی هیچ وقت نمیشه بله دولت با ملت ملت با بله. دولت بله. بله بله لازم و ملزوم هستن واقعا همونطور است واقعا همونطور است. آخرین سوال از خودت میکنم عزیزم چی آرزوهایی برای اولادت داری فکرایی که برای اولادت داری چی گونه بار آوردیشان چی توقع داری از اونا که چی کنن؟ ما از همون وقتی که ما را خداوند اولاد داده تا امروزه کوشا هستیم به می که اینا چی شوند درس بخوانند تعلیم کنند در زمین که برای من خیلی مهم است تربیه است. مثلا در افغانستان تعلیم و تربیه میگه درست است در سعودی و در عربا و در چی برید دول عربی تربیه و تعلیم اول تربیه میتا باز تعلیم برو درست ما میگم که برای اولاد آینده می وطن دو چیز خیلی لازم است تربیه و تعلیم بله. که ای اگر دو یک جای شود یک نسل نونه حال ما بدون ایشی نمی افغانستان یک آینده خوب داشته باشه بدون شک. بیا آخرین پیامتام خیلی بشنوم بازم یکی دو دقیقه وقت برات میتیم عزیزم هرچی دلتنگت میخوای بگویی کمره ما در خدمتت هست. تشکر از اینکه ما را دعوت کردی در اینجا خواهش میکنم بندی حقیر و فقیر به این
ارزش دادی که برای شما خدا بیشنم. خواهش میکنم از تخت بسیار گپ بزرگ است. شما لطف کردین، زحمت کشیدین آمدین و من توانستم که از طریق این تریبیون شما از این مجلس وزین خودت ما هم پیام های خودت به دنیا و به دوستا و به بیننده ها برسانم. بسیار خوشحالم. پیام ما است که یک افغانستان که خوب باید داشته باشیم. بله. از پیام گپ دیر است، باید ما کار کنیم. بله، بین هم خوب باشیم، همیشه قلبای خدا با صفا نگاه بکنیم، برای کشور خدمت کنیم ان شاء الله که. و ایام به کامت. دقیق. کامیاب باشی. زنده باشی عزیزم. و تشکر. خوش شدم. تشکر جناب آبرسا. بسیار تشکر عزیزم که تشریف آوردی قدم ما سر چشم، واقعا خوشحال ما کردی. بیننده‌های عزیز، تا تقدیم برنامه دیگه همه را به خدای بزرگ می سپارم. شب و روز بر همگان خوش.